برگشتیم دوستان عزیز، شما بیننده برنامه بستان عافیت از تلویزیون طبی چراغ هستین و در بخش دوم برنامه هستیم. در این بخش برنامه با ما دکتر صاحب منوچهر تیموریان، متخصص جراحی قلب و اویه در خط با ما هستن و موضوعی را که خواستیم امروز پیرامونش بحث بکنیم باز هم در مورد کرونا ویروس یا ویروس کرونا یا کووید 19 میخواییم با دکتر صاحب صحبتهای داشته باشیم. قسمی که قبلا روزهای قبل با دکتر صاحبای دیگر همچنان روی این موضوع بحث کردیم، امروز هم خواستیم که در مورد همین موضوع با دکتر صاحب تیموریان صحبتهای داشته باشیم. از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که تا پایان این بخش برنامه ما را همراهی بکنین. سلام دکتر صاحب، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام بر شما و بر تمام دوستان در کاران تلویزیون تیبی چراغ، همچنین بر تمام مهمان عزیز ما که فعلا تلویزیون مشاهده میکنن. سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی ممنون، خوشحال هستیم که شما خدا را شکر سلامت و صحتمند هستین و ممنون که بر ما وقت گذاشتین به خاطر تهیه برنامه. زنده باشین، تشکر از شما، همچنان زنده باشین. سلامت باشین دکتر صاحب. پس بس از اینجا آغاز میکنیم که یک معلومات کلی در مورد کرونا ویروس یا کووید 19 برای هموطنان عزیزمان ارائه بکنیم که ویروس کرونا چگونه یک ویروس است و از کجا آغاز شد و چگونه انتشار پیدا کرد. تشکر، سوال بسیار خوب است. این سوال شما قسمان ببخش دار که من ببخش میکنم، یک بخش عام فهم است که مردم باید فهمان میشه که کرونا ویروس چی است و سبب چی میشه، چرا سبب مرگ میر میشه. بله. و یک بخش دیگه از این مربوط به افراد مطلقی و تیبیست و دکتر صاحبان ما اکثر مربوط با این آفنوی دارن که چی بینه ویروس است، چی رقم میشه و انتشار میشه و مرگ میر است. خب میخوام که در دو جنبه ما تماس داشته باشیم و مو شکل بتانیم هم عام فهم باشه برای مردم و هم اگر بعضی کسایی که دکتر صاحبای مسلکی و افراد مسلکی فعلا ما را میبینن میشنون بر از اون یک معلومات باشه. قسمی که شما بهتر میفهمین کرونا ویروس یکی از عمل ویروسایی است که تازه شناخته شده، البته در کشور چین برای بار اول در ماه دسامبر 2019 ای به شهر وحان چین پخش شد و مردم مصرف شد، چون یک ویروس جدید بود، تحقیقات هنوز درباره از یک قدر نشده بود، مردم با این شناخت نداشتن، یک فاجعه را بار آورد و از امون شهر بالاخره انتشار کرد به تمام چین و دیگه ممالک خصوصا ممالک اروپایی و امریکایی و بدبختان و بدبختان فعلا در این کشور غروب و بیچاره مو انتشار کرده که سبب منتن شدن مردم و سبب حتی از بنیادن بعضی از افراد اشخاص شده. و این هدف معلومات نمی برده برای ویروس باید بگم که این ویروس از جمله پشکل هم اگر بگم یک مانند میکرو یک پختمان آرنی که یک پوشت گلایکوپروتینی داره به مثل دیگر ویروس ها به می رخم یک ساختمان است که می خود خروف سلایات که می توست بگر پیدا کنه چی رخم اون از کس می کنیده در این هنوز بالا یادی متوجه است یا استیده پیدا شده عاملش کی است، ولیکن عامل سرایتش فعلا از انسان به انسان در اول البته میگفتم که توش از حیوان به انسان به از انسان به انسان انتشار نمیکنه، ولیکن به مثل ویروس اینفلوئنزا و دیگر انواع ویروسها انتقالش از طریق انسان به انسان یا از طریق اورژول هوایی که از انسان تنفس میکنه یا صحبت میکنه یا عدسه میزنه یا ترخه میکنه و یا به تماس مستقیم وقتی که یه امرای اگه انسان به تماس میگفته با تو اونو ویروزول هایی که در حالا خوش شده در جای شیشته برای یک پتا شما در اونجا تحت میکنن دکت میزنیم این طرق سرایت چه به این طریق انتقال میکنن و ای که به تو بونه انتقال میکنن به چی میکنن انتقال میکنن اون شیشته رو میکنن که یک انسان یک کسی هست مطابع ویرات کنون میشه و اولا به بسیار خطیف تیر میکنن. بعضی کسی حتی مسئل میکنن هیچ عراض نمی رفته باشند به شکل یک ناقل این ویروس انتقال می تن، ولیکن بعضی کسا را چرا شدید بسیار به شکل وخیم انفکت می سازه، مریضش می سازه و حتی سبب مرگش می شه.
بله دقیقاً. خیلی ممنون دکتر صاحب. حالا افرادی که مصاب میشن به کرونا ویروس، اعراض و علائم اولیه و یا اعراض و علائمی که شدت گرفتن از افراد کدام موارد شامل میشه؟ خوب است که برای بیننده عزیز ما وضاحت بیشتر بتین. تشکر، بسیار زیاد، سوال بسیار خوب است. اولا باید در قسمت پاتوفیزیولوژی از این مرض باید بگیم که مرض این ویروس وقتی که داخل وجود انسان میشه به کدام طریق انتقال میکند، چرا سبب از بین رفتن یا وخیم شدن حالت یک مریض و یا مریض به حالت وخیم میکشند، چرا سبب از این میشه؟ بسیار خوب. ببینید ویروس وقتی که داخل خصوصا از طرق تنفسی اگر ما به شکل علماء چینی دکترهای چینی چون زیادتر به این باره تحقیق کنند، آخرین گردن چون در سال مهمی اپریل 2020 نشر شده، اونا به شکل تی در قسمت وجود که من به شما نشان میدم به شکل تی دو چشم است، دونیس و دهن است. بله. شکل تی دیگه به طرف انتقال ویروس از منظمه های چشم قسمت بینی و طریق دهان است. یه از طریق دهان میتونیم به شکل تماسی دستخلا میتونیم و دهان در اگر منتن باشه و دهان بزنیم و داخل بینی و اون که مریض در مقابل ما باشه مطلع بزنه یا صرفه کنه از اون طریق میگیریم یاد از طریق منظمه ایت این چهار قسمت که به شکل تی است به وجود ای همین رسول کسته که ویروس انتقال میتونه داخل وجود وقتی که داخل وجود که این ویروس در قسمت های اولوی یا در قسمت های بالای مصاد بلوم در یک چند وقت می باشه، در اینجا زنده می باشه. همین حالت ما میتونیم اگر به شکل قسم برتون بگویم که چی رقم مقاومت هم بکنه، در صورتی که یک کسی به شکل آنی منتن میشه، دفتن منتن میشه، اگر شما بتونین که روزانه 3-4 بار غیر روزی که دستا کشته میشه، دستورو کشته میشه با صابون، اگر ما شما با محلول نمکاب یا یک محلول مالتواش که دهن همراه دهن سیپتیکای که دهن ششته میشه همراه ششته شد میتونیم ویروس از بین ببریم. بالاخره خوبی ویروس در اینجا انتقال کرد، جا به جا شد، داخل میشه طرق تنفسی. داخل طرق تنفسی که شد اگر انزام داریم به نام آنجیوتانسین فرمنتج انزام 2 که به سطح مقاط الویولای داخل اصناف ریه که به اصناخ مطور مقدار زیاد است. البته توسط این دوتیل خود اویه در همان بسیار به مقدار کم می باشد و اونجا ساخته می شود. ولی که مقدار زیاد است در داخل اندوتیل کپیلاروی اطراف از مون پد. این ویروس نمی خود پوش ویروس که مرکمه گفته مالیکول های پروتینی است که داره عملیه که بان می شود داخل منزم به داخل اصناخ و سبب تخریب از این می شود. وقتی که داخل شد نظر به اون لوگ ویروس فرق می کنید. اگر مقدار کم ویروس باشه مشکل جدی مرض شدید ایجاد نمی کنه، اگر مقدار ویروس زیاد باشه دیگر باز مریض هست بالاخره که بسپسان به بالای عروض علایم میکنیم چی رفت هم عروض علایم پیدا میکنه، چرا مریض به طرف صرفا پیدا میکنه، تب پیدا میکنه، چرا جان دردی پیدا میکنه، به وقت به طرف وخامت میره تب میکنه و این چیزهایی است که ما برکنون میگم بسیم که اونو نیم چرا ما در یه آخر متوجه باشیم تقریبا سه نفر از دکترهای بسیار خوب خوده متاسفانه نجات دادیم از خاطر این ویروس، چون اونا با یک لود بسیار زیاد ویروس با تماس بودن همراه با مریضایی که خودشون نمیفهمیدن ویروس از مریض گرفتن و یک مقدار زیادش و داخل وجودشان شده بالاخره خداوند مغفرتشان کنه از بین رفتن، ولیکن یک مقدار یک تعداد زیاد اشخاص را ما داریم یا به شکل ناقل یا نقل منتن شده با داخل شهر میگردن یا در خانه خود قرنطینه هستن. این آمارو که فعلا نشان داده میشه که نمیفهم 900 چند نفر تستش مثبت آمده یا تمامش تست واقعی نه، ما اگر به این مملکتی که ما هیچ گونه امکانات فوق العاده به دسترس نداریم شما باور بکنید ما دارتون با تضمین میگیم که اضافت هزارها نفر مسال بی وایرت داخل چین را کابل میدونم من را خونه خود شده استم این خدای نخواسته خدای نخواسته امکان از این را دارد که یک سبب یک فوجی بسیار کلون انسانی شده بگیرتن. بله. بالاخره از این کنون میبداریم میرون بالا خود عبود الله مزی وقتی که امی وایرت داخل وجود شد داخل طرف تنفسی شد با امی وسیله امی انزم بوکل شد این انزم خودت به داخل وجود در دورون استو تخریب کرد
این طلب از این میشه که در از نظر پاسیزیلوژی تمام امو سیستم دفاعی وجود بخواهم به فعالیت آغاز میکنم. ما یک تعداد میدیاتوره داریم که یه صاحب به عنوان تب و التهاب میشه، این میدیاتوره ازاد میشه بلاخلا یک کمپلکس از امی وایرس و از امی ساختمانی دفاعی وجود داریم به ساختمان میشه سهر تخریب از اینکه مریض اولین اعراض و تور در خود این مروضی کنیم وایرس دونه اعراض دارن، یکی اعراض وستی یکی اعراض غیر وستی. اعراض وستی از اینکه فعال شناختا شده تب است، سرفه خشک و این خستگی، این دو چیز بسیار وستیز دارد. معروض به غیر وستی میتونه که سردرگی شروع که سرخ شدن مشکلیزی و ریزش و جاندارگی و کمک و میتونه که بگه اعراض دیگه را کنه کنه، ولی این اعراض جهاز از بود که شامل اسهالات میشه، درد بدنی میشه، این هم میتونه که اعراض کرونا وایرس باشه. ولیکن اعراض وقتی از این میتونه که براتون گفتم سه چیز هست که عبارت از سرخه خشک، تب و خستگی است. دور از دور وقتی که مریض ممکن میکنه انفکتد میشه یا اعراض به مریض دارد. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به تحقیقاتی که پزشکان انجام دادن در سراسر جهان، بر ضد این ویروس دوای و یا واکسینی در تازه ترین تحقیقات ساخته نشده تا هنوز؟ سوالی که نزد بیشتر از هموطنان عزیزمون هست. بله، تشکر. سوال بسیار خوب است. ببینید، یکی خیلی وایرس بسیار یک همین خود مرض یک مرض بسیار جدید است. در هر منطقه جغرافیایی از خود اعراض مختلف مرض به خصوص خود داره. بله. مرگومیر به خصوص خود داره. ممتن ساختن خاصه در هر منطقه جغرافیایی به شکل خود. کس به حال هیچ کدام گایدلاین هیچ کدام منشور برای این ساختن نشده که تداوی کرونا وایرس به کدام شکل شود. ما ایرا میتونیم به تمام دنیا حتی سیستم خود افدیه امریکای را خود ساختن که شما میتونیم در هر مملکت به هر رقمی که مریض کنم جواب کتا به مو رقم شما تداوی کنیم. شما قبل از اینکه نیده بدن بعضی همین هستن که لگه دیو کلوروکین بود ملاریا کرد ایرا شما بگیرین، تابلیت از ایدرومایتین بگیرین، بعضی دوای انتی وایرال ها گفتن، بعضی کسای دیگر پیچمادوت و دیگه در بعضی ممالک شده که اگر مثلا یک مریضی که مصاب کرونا وایرس میشه تداوی میشه پلازما از اول شما تصویت این پلازما از اول تداوی انتیبادی های بسیار بالا کنه کنه که از مریض دیگر در شفا کنه. هیچ کدام از یا طول تایید نشده، هیچ کدام از یا خوبل چی نیست اعتبار نیست کدام به این اعتماد بکنه کدام گایدلاین اما باید برای مریض خود استفاده کنه. بهترین گایدلاین، بهترین چیز نظر به منطقه جغرافیایی، نظر به مقدار، به نظر به تعداد مریضایی که مصاب میشن به وایرس، به این است که کدام مریض به کدام شکل تداعی شود. اولین تداعی از این تداعی عزیز راز مریض باید از من برده شود. از دو کدت بهتر البته این نظرش نفسی نومد و این نظر تمام دکتر صاحبوت از همه که یک وقایه بهتر از این ملجه وقایه بهترین نوع تداعی برده دیمه. اگر کنم همین قرانتین مرمات شود توسط مردم، کسایی که کارکنای سی ای هستن با لباس محافظاتی مریضای خود رو ببینن، مریضای خود رو کم ببینن. شما باور بکنید به این سه نفر دکتر صاحبای متخصصین ما که متاسفانه فوت کردن، اینا رو ما وقتی که دیدیم شنیدیم تحقیق کردیم، اینا با یک لود بسیار زیاد وایرس با عنوان مریضای خود مواجه بوده که خود از اینا نمیخونده. اینی یک شکلی از شکل بسیار وخی میشه از که مقدار زیاد وایرس توسط دکتر گرفته میشه. به این بین دو طبقه مردم بسیار زیاد مورد هستند که زیاد انفکتد میشن و خطر مرگ و میر پیش از اینا بسیار زیاد میشن. یک طبقه از اینا طبقه مسلکی و کارکنان سیری که شامل دکترها نرسا میشه که دکترها به طبقه بین دکترها هم از نظر چیز فرق میکنن مسلکی. طور مثال دکتر بوتوگلی، یک دکتر دندان، یک دکتر انستیزی و یک دکتر قلبی زیادتر مسئول به وایرس هست. دکتری که مربوط به سیستم تنفسی، دکتری که من رسمی کار میکنم زیادتر مسئول به وایرس میکنم. چرا مجبور است همیشه این پاور مستول دکتر گوشبونی نشه یه دخل بینی را معاینه میکنه یه دلیل رو معاینه میکنه. بلاد لود بسیار زیاد وایرس مورد میشه. در صورت که اگر اینو فکر بکنیم به روز ده مریض ببینم، به ده مریض اگر پنج مریض ناقل مورد شود
به این 5 مریض خدا نخواسته 5 مریض یک مقدار زیاد از هر مریض یک مقدار زیاد ویروس بگیره، این طبیب معلوم داره که خدا نخواسته دکتر بالاخره انفکتد میشه و از بین میره و می رقم دکتر و دکتر صاحبای دندان دکتر صاحبای انستیزی. طبقه دوم غیر از افراد مسلکی طبقه دوم اشخاصی هستن که مصاب امراض هستن، مثلا سن کم بالاست یا فقط 60 یا امراض دیگه توان به خود دارن که مثلا فشار بلند است، امراض قلبی است، شکر است. چرا اینا است؟ از پیشتر ما فراموش کردم که در فیزیولوژی از دیگه بگویم کسایی که مریضایی که مصاب فشار بلند است اونی انزام اونی به خیلی شد باید دوز بسیار بلند است. وقتی که دوز از این بلند باشه مقدار زیاد ویروس وقتی که میگیرن بالای دوره انزام یک جای میشه، این به این معناست که امین اقام معلوم میشه که این مریضا زیادتر نسبت به دیگه اشخاص خطرشان اضافه تر است، مرگ و میر پیش از اینا بیشتر است. کسایی که مریضی شکر دارن، کسایی که مریضی قلبی دارن، کسایی که مصاب امراض اوتیومیون هستن، کسایی که مصاب امراض سیستم معافیتیشان پایین است، اول مریضای ما داریم که پیوند گردال کده پیشون یا بعد امراض سرطانی دارن که باید دوای جد سرطان میگیرن، این مریض ها زیادتر مصاب ایرونگروف میشن و مردمی رو پیچه نسبت برگه اشخاص زیادتر است. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های نیکتان. وقفه کوتاه می‌گیریم، صحبت‌هایتان هم داشته باشیم. دوستان عزیز ما، میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم، همراهیمان بکنین. دکتر صاحب تیموریان را در خط با خود داریم. برگشتیم دوستان عزیز، شما بیننده برنامه بستان عافیت از تلویزیون تیبی چراغ هستین. برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا، دستانتان روزانه حداقل چندین بار با آب و صابون بشوین و یا اگر از خانه بیرون میشین مثل ما مصروف کار و وظایفتان هستین، حداقل از مایع ضد عفونی کننده استفاده بکنین و وقتی از خانه بیرون میشین کوشش کنین که با خود ماسک و دستکش داشته باشین، از تجمعات جلوگیری بکنین و به خاطر بلند بردن سیستم معافیتی بدنتان بهتر است که یک رژیم غذایی مناسب و مکمل و خوب داشته باشین، مخصوصا از ویتامین ها استفاده بکنین و بیشتر از ویتامین سی میتونین استفاده بکنین. در بخش دوم برنامه هستیم. دکتر صاحب منوچهر تیموریان متخصص جراحی قلب و عویه در استودیو کنار ما هستن و بحث ما هم روی کرونا ویروس یا کووید 19 است. از شما عزیزان دعوت میکنیم که تا پایان این بخش ما را همراهی بکنین. خب ادامه میدیم دکتر صاحب، به صحبتهای ما بالاخره به خاطر وقایه و یا جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا صحبت‌های شما را می داشته باشیم که چی باید بکنیم؟ تشکر بسیار زیاد. به خاطر جلوگیری از شما خودتان بهتون می‌خوام که روزانه به این عرصه بسیار یعنی روزانه که مسئولیت خودمان رو کنم از هر نگاه هر رسانی که بوده در افغانستان همیشه به مردم گوشزد گفتن، به تمام مردم گوشزد گفتن که یعنی باید تا به تکنیت وقایه یا بلاگی و متوفیدن به ویروس کرونا به مردم کوشش را بکنم، ولیکن ما بعضا تاسف به این میخورم که مردم ما اکثرا متاسفانه متاسفانه و قدر مقابل از این خورم مسئول نمیرونم و ما تو به این باره هیچ پروام ندارم. بله، حالتی که پیام ما به این تمام مردم هم خصوصا خصوصا بلکستیم به توی که بینیم از خونه بگو سر قرانتین کار میکنم به بیرون نسخونه میرم عبد خلم و غلیدات شون نیست رو نیست رو اشتا داشتون دسته خدا بر 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 بیسانیت و بیسانیت دسته خدا بر 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 هر گوهی که تش میکنم بعد از تش میکنم بر بشوین و عادی اقل دو تش داشته باشن بعض از اینکه بر بزی که دو تش پاس میکنم باید دسته خدا بشوین به کسایی که مریض هستون که بر 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 پیام جدی تر من به اشخاص مسلکی به دکتر صاحب و به کارکنان دیگری که فعلا در خط اول مبارزه با این مرض مهلک هستند به مردمی است که به هر رقمی که میشه خودم از این مرض باید نگاه بکنم. ببینین پروتکل مخصوصی که به نام پی پی میگن که به خاطر خود حفاظت یک پرسنل مسلکی دادن میشه که شامل لباسش است و دکترش است و
ماسکای مخصوص است، ولی که متاسفانه ماسکای که ما استفاده میشن متاسفانه ماسکای بسیار بیشتری مثل انتشار ویروس میتونه که به بسیار سادگی انتقال کنه. ولی که ماسکای استاندارد که بنام N95 میگن ماسکای 95 و ماسکای مخصوص برای کسای افراد مسلکی است که اینا در خدمت مریضایی که مصاب کرونا میباشن و دیگر مریضا از این استفاده میکنن و عینکای مخصوص. ولی که بدبختانه ما اینجا دیدیم در بعضی از شفاخانه ها اون لباس استفاده میشن و خود کار خلاص میکنه دوباره اون لباس کشیده میشه خورده دو همون لباس استفاده میشه. این بدبختانه این متاسفانه این دیگه چیز است که شما همون لباس ها با ویروس ملوث میکنید دوباره پس فرقه رو استفاده میکنید باز هم ویروس هم باید هم یک مقدار دوان بود ویروس همیشه چی کنیم؟ بدبختانه متاسفانه مشکل ما به اینست که ما نداریم که ما بکنیم به دکتر مسلکی خود هر روز این لباس ما تعویض کنیم و جدید لباس جدید بتانیم داده برای بر خود. دومی که از نظر اطلاعی کسایی که در پرسنل که در قسمت انستیزی و قسمت ایسیو کار میکنیم اینو بسیار سنتر مسابیتشان بسیار زیاد است روز که بسیار بلند است اونو رو باید وزارت یا میشه پسنی که کسی کنی رو پرکورت میکنی از هر نگاه از نظر نگهداری به واسط همون لباس ها و همون لباس ها رو میپرکن اینا رو باید همیشه اینا بتانن لباس های جدید برای هر روز هر دقل هر روز لباس دسپازیبال برای اینا داده شد و کوشش کنن با مریضایی که طور مثال اگر شفاخانه مریض وحیم میده باشه اول کوشش کنه خود مریض باید باید کنه مراجعه نکنه و دوم دکتر بتون کمتر با مریض مواجه باشه. هر قدر کمتر مواجه باشه همه قدر ریسک خطر گرفتن ویروس از مریض به دکتر و انتقال بسیار کم است. این یک پیام ماست برای تمام دکتر صاحبه و تمام باشه هیچ امکان نداره که دکتر در خونه خود باشه بیشینه یک پرسنل مسلکی طبی در خونه بیشینه بالاخره این مریض رو کجا بریم فعلا ولیکن خواهش من از مردم مریض مهمی مریضای مهمی تا وقتی که در مشکل جدی به مشکلی که بسیار جدی نباشه بله مواجه نمیشه این هیچ وقت به شفاخانه مراجعه نکنه خود شفاخانه یک منبع انتقال است و گپ دوم نیست بعضی کسانی که ما چون به مدت همیچند روز که به جریان کار هستیم میبینیم بعضی اشخاص اعراض علائم و توی مرض کرونا به دور بازی میگذارن اونا دانستن و ندانستن مریض خود را به چندین شفاخانه انتقال میدن اون مریض به مثل نمکل انتان میاره گاهی به این شفاخانه گاهی به اون شفاخانه گاهی گاهی که متعقل شدن که داکتر بر از نیز بیاید شما لطفا بریم به این مرکزی که مربوط کرونا ویروس هست اونا بریم به اونجا مریض را انتقال بدیم بینمین مریض با همراه خود بیلین ها ویروس و همون شفاخانه که داخل میشه یک دو چهار پنج نفر دکتر یا پرسنل مسلکی که به دور جمع نشن او را ممکن نسازه اینی پیام ما به مردم نه به مردم عزیز من است که اگر شما مشکوک میشین چون از طریق رسانه ما همیشه هر شب روز ما میبینیم به تلویزیون در مردم پیام داده میشه که علاوه بر کرونا ویروس که اگر همی اعراض می داشته باشم خواهش ما ایست مستقیما بمو شفاخانه بمو مرکز سمی بمو جایی که اختصاص یافته به خاطر کرونا ویروس راسم بیرون بدن لطفا دیگه جای ممتن نسازن دیگه کسی را افراد را ممتن نسازن یا در خونه مگر قرانتین می بخن یا بود مریض بردیم که در خانه قرانتین هم باید تمام فرمیل شیشتن بسیار به شکل افدادان هست صحبت هست و خیل هم بچه در شمانس می گرد این شکل بسیار غلط قرانتین هست که باید قرانتین وقتی که از قرانتین می شه در خانه اطلاق جدا بینه ظروفش جداگانه، دسمال، دسپال، لباسایش همه چیز باید جدا باشه تونیش صبح، تونیش باید بسیار نوتیق میتونه باید تونیش بسیار خوب باشه، کلکنش باید باشه بتانه که روزانه دو یا سه بار توسط اشخاص دوگی و خیلی کنی که تونیش خدا خوب درست بکنن و تونیش تقیم شد، پاک شد، صفا شد، دیوالش و تونیش موادش کنند اینو یک شکل این چیز است که ما از دکتر صاحبان میتونیم این خواهش میتونیم که حد اقل به مریضایی که با تمام صد تن میگه که برشان بگن و رسونا هم اینو سیده بگن در این رجوع لنکین به این مروع نیست وقتی ما در خانه بیشینیم ممتن باشیم چهار نفر اعضای فامیل دیگر هم امرای خود ممتن بگذیم اونا را بگذیم به خانه دیگه به این رقم
این بالاخره خدای نخواسته سبب یک ایجاد یک فاجعه انسانی میشه. خیلی ممنون دکتر صاحب از حضورتان، ممنون که وقت گذاشتین و صحبت‌های نیک و ارزشمندی که با هموطنان عزیزمان و بینندگان ما شریک کردین. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد از شما، خداوند شما را هم در رعایت داشته باشه. زنده باشین دکتر صاحب، وقتتان بخیر، خدا نگهدار. ممنون شما دوستان عزیزمان که تا این دم همراهی مان کردین. امیدواریم آنچه را که امروز برتان آماده کرده بودیم مورد پسند شما واقع شده باشه و مطمئنن که مفید و مؤثر بوده این بخش از برنامه. اگر میخواین که در امان باشین از مبتلا شدن و یا مصاب شدن به ویروس کرونا، لطفاً در خانه باشین و کرونا را جدی بگیرین. از ایام قرنطینه تان به اندازه کافی استفاده خوب بکنین. در پناه خدا باشین. وقت بر همه شما بخیر. خدا نگهدار.